سلام میکنم به همه دوستای خوبم خوش اومدید به این ویدئوی کلاس درس که در ادامه مباحث فیزیک هست ولی من میخوام راجبه یک موضوع ریاضی به صورت نیاز صحبت بکنم چون نمیدونم موقعی که شما این ویدئو رو میبینید آیا هنوز ویدئوهای مشتق کلاس درس ضبط شدن یا نه پس اگر ویدیوهای مشتق کلاس درس ضبط شده بودن میتونید برید من پس مشتق رو به صورت کامل از اون ویدیوها ببینید ولی اگر نشدن من نیاز دارم که خیلی کوتاه راجع به مفهوم هندسی مشتق صحبت بکنم چون در ویدیوهای بعد میخوایم از اونها استفاده بکنیم یک همچین تابع fx رو در نظر بگیرید که این x هست و این هم fx و من رسمش کردم بعد من میخوام مثلا این نقطه و این نقطه رو به هم وصل بکنم با یک خط پس این میشه الان خط من و من میام و مثلا اسم این نقطه رو میذارم نقطه x1 اسم این رو میذارم نقطه x2 پس بذارید من اسم اینها رو بذارم این میذارم x1 این رو میذارم x2 و به همین ترتیب این نقطه رو میذارم زمان یعنی fش رو میذارم fx1 یا میذارم مثلا f1 و این رو میذارم f2 خب اف 1 ایک و اف 2 در حقیقت خب شی به این خطی که الان من رسم کردم این خط سبز رنگ چقدر هست خب شما میدونید دیگه که شی به اون خط پس شی به خط مساوی هست با اف 2 منهای های اف 1 ایک تقسیم بر دلتا ایکس که دلتا ایکس من در حقیقت مساوی هست با x 2 من های X1. خب من اگه این f رو بیام با y نشون بدم همونجوری که خیلی وقتا y مساوی با fx می نوشتیم این مساوی میشه با دلتا y تقسیم بر دلتا x به نحوی که دلتا y من هم هست y2 منهای y1 یعنی fx2 منهای fx1 پس این میشه شی به این خط من حالا اگر من بیام و یک نقطه دیگه ای رو در نظر بگیرم روی این نمودار مثلا این نقطه و اسمش رو بذارم مثلا x سه و بعد یک خط دوباره رسم کنم از این x یکم به x سه اون وقت به این خط x سه چقدر میشه؟ به این خط x سه پس به خط این دفعه x یک x سه خب این اولی به خط x یک x دو بود این مساوی میشه با وای 3 منهای وای 1 اگر اسم این نقطه رو هم بذارم وای 3 یا همون f3 Y3 همون f هست تقسیم بره x من منهای x1 که اینو من اسمشو میذارم مثلا دلتا وای 3 یک تقسیم بره دلتا وای ببخشید دلتا x 3 خب یعنی این دلتا x جدید من خب حالا اگر من بیام و این کار رو ادامه بدم در حقیقت بیام من چیکار بکنم بیام بگم که خب من این x یکم رو که دارم ثابت نگه میدارم این دلتا x هم رو دارم دائم کوچیک میکنم پس من میام میگم که این عبارتی که من بیام دلتا y رو حساب بکنم تقسیم بر دلتا x بکنم خب در حالتی که این دلتا ایکس هم رو دارم همینطور میارم به سمت ایکس یک یعنی دارم کوچیک و کوچکتر میکنم پس بیام حدش رو بگیرم وقتی که دلتا ایکس میره به سمت صفر من اسم این پدیده رو میذارم مشتق تابع اف ایکس در نقطه x1 خب چون من x1 هم رو ثابت گرفتم دیگه اینجا x1 هم ثابته دائم دارم این نقطه رو میارم این و هی خط های جدید رسم میکنم مثلا بذارید من یک خط جدید هم مثلا اینجا رسم کنم و دائم دارم میام به سمت x1 تا در نهایت برسم اصلا نزدیک نزدیک x1 یعنی دلتا x رو حد بگیرم به سمت صفر و همونجوری که روی شکل میبینید من اگر این حد رو حساب بکنم عددی که اینجا به دست میارم یعنی این خط شیب خطی که به دست میارم دقیقا برابر میشه با شیب خط مماس بر تابه در نقطه x1 خب پس یک بار دیگه بیاید با هم مرور بکنیم چیکار کردیم من اول اومدم و حساب کردم که شیب خطی که این نقطه x1 من رو وصل میکرد یعنی حقیقت fx که من رو وصل میکرد به fx2 من چقدر هست که این میشد دلتا y یعنی این بازه بزرگ تقسیم برای این دلتا ایکس. بعد اومدم گفتم خب حالا اگه من این X رو شیفت بدم به سمت چپ یعنی بیارم یه کم نزدیکتر بکنم به X1 اون وقت شی به این خط جدیدی که ساخته میشه برابر هستیم این دفعه با این دلتا وای تقسیم بره به این دلتا X و بعد گفتم باز هم اگه بیام مثلا اینو بیارم به این نقطه در این صورت شی به این خط جدیدتر باز میشه این دلتا وای تقسیم بره تقریبا مثلا این دلتا X و همینطور اگر می اومدم حد می گرفتم و حد دلتا ایکس به سمت صفر این شیب این خط رو حساب می اسم اینو می میذاشتم مشتق تابع F در نقطه X1 چون این X1 ایک هم ثابت بود و به صورت هندسی شیب اون خط جدید یعنی این دلتا ایکس دیگه خیلی اگر کوچیک بشه شیب این خط دقیقا برابر میشه با شیب خط مماس بر تابع F در نقطه X1 خب اینو من اینجوری هم نشون میدم یعنی میام میگم مثلا این برابر با دی اف ایکس به دی ایکس خب این دقیقا یعنی لیمیت دلتا ایکس به سمت صفر دلتا وای به دلتا ایکس خب یا دی وای به دی ایکس خب اینا همه روش های مختلفی هست که من میتونم مشتق رو نشون بدم من انتظار ندارم شما الان همه مسئله های مشتق رو بتونید حل کنید صرفا این تعریف شهودی مشتق است که در این ویدیو برای من مهم هست حالا یک سوال من رو شما جواب بدید وقتی من میگم مشتق این تابع در این نقطه x1 بیشتره یا در این نقطه x2 شما باید چجوری به این سوال جواب بدین باید بریم سراغ همین مفهومی که اینجا حساب کردیم من گفتم که مشتق تابع در نقطه x1 برابر هست با شیب به خط مماس بر تابع به صورت هندسی مفهومش اینه در نقطه x1 بنابراین شیب خط مماس در تابه در نقطه x کو که من دارم الان میبینم از روی شکل در نقطه x2 شیب خط مماس اگر رسم کنم مثلا یک همچین چیزی خواهد شد و بنابراین من نتیجه میگیرم که مشتق تابه در نقطه x2 یعنی دی f x به d x در حقیقت دی اف ایکس دو به دی ایکس ببخشید دی اف ایکس به دی ایکس در نقطه x دو بزرگتر هست است دیه اف ایکس به دی ایکس در ایکس یک یعنی این دیار رو بیخیال شیم مشتق تابه در نقطه ایکس تو بزرگتره چرا چون شیب تابه در اون نقطه بیشتره در حقیقت تابه با شدت بیشتری به ازای یک تغییر کوچولو ایکس داره تغییر میکنه اگر من بخوام این نکته آخری هم که گفتم توضیح بدم یه خورده اینجا پیچیده میشه چون شکلم شلوغ شده ولی مطمئنم شما نکته رو خواهید فهمید یا میخواید یه نمودار خیلی کوچیکی پایین بکشم یه لحظه من پس فرض بکنید که من مثلا یک همچین ای دارم الان خب حالا من یک نقطه x1 هم اینجاست یک نقطه x2 هم اینجاست و من میدونم که الان طبق این استدلالی که اینجا کردم مشتق تابع در نقطه x1 بزرگتر در x2 یعنی این نقطه بزرگتر هست از مشتقش در این نقطه این یعنی چی این یعنی اگر من بیام این x رو یه ذره جابجا بکنم در این نقطه مثلا انقدر y هم خیلی جابجا میشه خب یعنی من خیلی چون مشتق زیاد آهنگ تغییر مشتق حالا من دیگه اینو نباید بگم مهم نیست مشتق عملا داره به من میگه که به ازای یک جابجایی کوچیک x y من چقدر جابجا میشه در اون نقطه و در این نقطه میبینید که اگه من x رو همونقدر جابجا بکنم y هم خیلی جابجا نمیشه به نسبت این حالت پس مشتق علاوه بر اینکه که تعبیر هندسیش اینه که شیب خط مماس بر تابه رو در اون نقطه نشون میده داره به من میگه که به ازای جابجایی کوچک X هول اون نقطه ایگرگ من یا Fx من چقدر جابجا جا, جا میشه که این هم عملا همون تعبیر هندسی مشتق است خب انقدری که ما لازم داریم مشتق بدونیم این کافیه من در ویدیو بعد ادامه میدم مبحث فیزیک مکانیک رو و پیشنهاد میکنم شما خودتون ویدیوهای مشتق کلاس درس اگر آماده هست اگر نه کتاب درسی مشتق رو بیشتر بخونید فعلا خداحافظ